محمد جواد ظریف با تایید اینکه ایران قادر به بارگذاری اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نیست گفت ما بیش از هر کسی می‌خواهیم محتوای جعبه سیاه را بدانیم، اما ایران جعبه سیاه را به دولت‌های خارجی تحویل نخواهد داد. پی نوشت این آقایون که نمیتونن از جعبه سیاه این هواپیمای اوکراینی رمزگشایی کنن، چطور علت سقوط حدود 50 هواپیمایی رو که در این 40 سال افتاده است و متوجه شدن؟ پس چطوری فهمیدن که هر دفعه اعلام کردن اشتباه خلبان بوده، نقص فنی بوده؟ امیر حاتمی وزیر دفاع نظام مقدس هم گفته جعبه سیاه هواپیما آسیب قابل توجهی دیده و از بخش صنایع دفاعی خواسته شد تا برای بازسازی جعبه سیاه کمک کنن. احتمال برادرها میخوان یه دستی سر گوشه جعبه سیاه بکشن یا یه صافکاری رنگی بکنن جلوی خارجی‌ها آبروی نظام حفظ بشه، یه وقتی اجنبی‌ها حرف برامون در نیارن. البته بماند که حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی 18 دی ماه به خبرگزاری قوه قضاییه یعنی همون میزان گفته بود حافظه هر دو جعبه سیاه سالم است و بازخوانی آنها با موفقیت صورت خواهد گرفت. تا یکی دو هفته دیگه هم احتمالاً یکی دو تا از سردارا میان و میگن هواپیمای مسافربری اوکراینی کلاً جعبه سیاه نداشته، ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم. یک هفته بعدش هم محمد جواد در حسن ختام ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی میاد و میگه اصلاً هواپیمایی نبوده. کی؟ کجا؟ ما اصلا فرودگاه نداریم. منم تمام سفرهای خارجیمو با چهارپا میرم. بله. زهرا سایی نماینده تبریز: وضعیت زنان در این 40 سال نسبت به دوران پهلوی بسیار بهتر شده است. ما امروز زنان کارآفرینی داریم که در عرصه‌های مختلف فعالند. امروز یک زن علاوه بر اینکه فعال سیاسی و اجتماعی است، در خانه نیز فعالیت می‌کند. پی نوشت حق رأی که از مهمترین حقوق زنان در کل دنیاست، در ایران در سال 1341 به زنان اعطا شد و نکته سیاهی که تا ابد باید به آن توجه کرد، این قانون تا قبل از تصویب بارها مورد مخالفت مذهبیون و روحانیون قرار گرفت، از جمله آیت الله سید حسن مدرس که هشدار داد اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی: دولت باید حتما از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند، چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان یعنی خانه‌داری و پرورش فرزند بپردازند. تلگراف امام خمینی به شاه و اعتراض به دادن حق رأی به زنان هم که معرف حضور سروران هست. زهرا خانم: بله، وضعیت زنان خیلی بهتر شده. مخالفت با طرح ممنوعیت کودک همسری یا تبلیغ چند همسری از مصادیق وضعیت بهتر زنان در نظام اسلامی 40 ساله نیست؟ حتی نظام اسلامی مراقب امنیت زنان هم هست. مثلا یک نمونه، نمیتونن حتی در یک محیط کاملا زنانه با وجود مجوز استاندار و فرماندار قم دوچرخ سواری کنن. نه اینکه نظام اسلامی بخواد زبونم لال جلوی پیشرفت و شادی و ورزش زنانو بگیره ها، به خاطر امنیت، برای جلوگیری از شکستن دست و پای خانم های عزیز که یه وقت مانع حضورشان در جامعه نشه. البته بعضی از زنان که تخصصی در بالا رفتن از دیوارها داشته اند، شرایطشان با بقیه زنان در این 40 سال اندکی زمین تا آسمان فرق دارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته مشارکت زیر 50% در انتخابات مجلس اشکالی در دموکراسی ایجاد نمی کند. پی نوشت آقا من موندم چرا این مسئولین کلن تکسیب نمی کنن خیال همه رو راحت کنن. عباس علی خان حالا چه فشاری داری میاری که دموکراسی رو ثابت کنی؟ این کلمه غربی اجنبی رو الان اگه امام زنده بود خیال همه رو راحت میکرد و میفرمود دموکراسی مال خر است. عباس علی: بگو مال خر است راحت، کی به کیه؟ کت خدایی گفته پیشبینی ما این است که مشارکت خوبی در انتخابات پیش رو داشته باشیم. میانگین مشارکت ما کمتر از 50% نبوده و این بار هم بالای 50% خواهد بود.
یعنی با گفته عباس علی از حدود 58 میلیون نفر واجد شرایط بالغ بر 50%، یعنی 28 میلیون رای آماده شده در صندوق موجود می باشد که فقط و فقط نحوه توزیعش بین کاندیداها باید مهندسی شود. مهندس کدخدایی ظهر روز انتخابات هم نسخه آرا رو رسما پیچیدند و فرمودند جشن ملی محقق شد. امروز مردم سرفراز ایران اسلامی برای تعیین سرنوشت خود و برای ساختن ایران قوی به پای صندوق‌های رأی رفتند. در نهایت بعد از 2 روز اعلام شد که آقا 42.57% چون دقیقا شرکت کردند. عباس علی تو بگو 60%، بگو 80%، بگو 150%، چی به چی؟ حسین کرمی رئیس پلیس تهران درباره خبر ضرب و شتم یکی از دانشجویان هنگام دستگیری گفت این موضوع کاملا کذب است. هیچ متهمی هنگام دستگیری ضرب و شتم نمی شود. امروز دیگر دوره ضرب و شتم گذشته است. خدا رو شکر تکذیب کرد. پینمش. بله، بعد از دستگیری به قاتل چای قند پهلو میدن. به دانشجوها و جوونا و معترضای دستگیر شدم آب خنک. سردار حسن کرمی فرمانده یگان ویژه ناجا هم فرموده بودند مهمترین اسلحه ما آب پاش است و وزیر محترم کشور فضلی رحمان آقا که گفته بودند فقط به سر معترضان شلیک نکردیم که به پاهاشون هم شلیک کردیم با تفنگ آب پاش، ولی نمیدونم چرا جاش سولاخ شد. البته نه از اون تفنگ آب پاشا که وقتی توی تابستون دختر پسرای هنجار شکن و که توی پارک داشتن باهاش آب بازی میکردن و برادر با قاطعیت بدون ضرب و شتم دستگیرشون کردن و از اون یکی ها پی نوشت.